منعکس کرده. اینجا هم بیافزایم که بیگمانی محمد امین رسول زاده اولین شخصیت سرشناس ایرانی است که سندی از اسنادی از او داریم که سخت مخالف حکم اعدام بوده و تصویر بسیار بسیار ناگواری از این اعدام ها به روزنامه ترقی فرستاده. یک موضوع هم اینجا اشاره کنم، شایع هست که در جریان اعدام شیخ فضل‌الله پسر او شیخ مهدی پای چوبه دار دست میزده. پدر کیانوری بوده؟ پدر آقای کیانوری. و این اسنادی در این باره وجود نداره، ولی دو سه نفری که خاطراتی از اون موقع گفتند یا اشاره‌ای به اون موضوع کردند، از جمله نویسنده تاریخ بیداری، او در واقع به گونه دیگر میگوید. او میگوید که من رسولزاده هم همین رو میگوید که او رو در حال گریه کردن در واقع در کنار دیدند. ناظم الاسلام میگه؟ بله بله، او میگوید که او گریه میکرده به حال پدرش، با اینکه خب موافق پدرش نبوده و رفتار پدرش با او بسیار بسیار بد بوده. ولی آقای امینی ببخشید، بعضی هم میگن که اندکی مختل المشاعر بوده. خیلی ها این رو باور دارند. البته آقای کیانوری در خاطراتشون اشاره میکنند که او رو به دلیل مخالفت با روزها در واقع اعدام کردند، کشتن، نه اعدام نکردند، کشتند. ولی به نظر نمی رسد، دلایل کشته شدن او چندان روشن نیست، کشته شدن شیخ مهدی، چون چند سالی بعد از اون رو در تهران می کشند. و ولی اون چی که مسلم است این است که به نظر نمی آید که این در پای چوبه دار پدر دست زده باشه. تصویری که البته رسولزاده از این اعدام می دهد بسیار دردناک است، یعنی نشانه این است که جمعیت بسیاری برای اعدام جمع شده و هورا می کشیدند و خب از یک سوی خوشحال و شادمان بودند که یک دشمن آزادی اعدام شده، ولی از سوی دیگر در واقع در انتظار این بودند که روز بعد چی اعدام خواهد شد، یعنی از این شادمان بودند که کسانی به طور علنی اعدام می شوند. به گمان من اعدام او زیان به بار آورد، یعنی بیشتر از اون که سودمند باشد باعث شد که مخالفان یا دشمنان آزادی در حوزه دین بیشتر به خفا به کار خودشون بپردازند. به جایی که این گفتگو علنی ادامه پیدا بکند، گفتگو به خفا برود و سالهای بعد سر پلید خودش رو نشان بدهد. ممنونم آقای امینی. من بازم در زمینه این ماجرا که به حال در تاریخ ایران فکر میکنم یگانه بوده پرسش هایی دارم، موافقین باز هم در این باب صحبت کنیم؟ با کمال میل، به خصوص درباره این نکته اخیر که شما گفتید که درباره سودمند بودن یا نبودن این اعدام. با کمال میل، فکر میکنم بحث بسیار بسیار مهم و ارزنده است که در این باره با هم انجام بده. بله، در ضمن مرتبط میشه با سالگرد مشروطیت، در اون باب هم میتونیم صحبت کنیم. با کمال